بر اساس گزارش رسانه ها سبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی می گوید که عبدتن از افراد طالبان در نتیجه یک کمین نیروهای این جبهه در پنشیر کشته شدند. آقای احمدی در برگه فیسبوک خود نوشته است که افراد طالبان روز جمعه 23 سر با یک کمین نیروی جبهه مقاومت ملی در دره آرزوی ولایت پنشیر مواجه شده است. او افزوده است که در نتیجه درگیری میان دو طرف 17 تن از افراد طالبان کشته و 9 تن دیگر شان زخمی شدند این در حالی است که در روزهای اخیر تحرکات جبهه مقاومت ملی در ولایت پنشیر تخار و بغلان افزایش یافته بر اساس معلومات منابع مردمی تلفات سنگینی در جریان درگیری دو طرف و طالبان وارد شده است بر اساس گزارش رسانه ها منابع محلی در ولسوالی پل حصار اندراب بغلان میگویند که طالبان یک فرد ملکی را در این ولسوالی تیرباران کردند منابع امروز شنبه بر روزنامه یشت صبح میگوید که طالبان پنج روز قبل یک فرد ملکی را بر نام گل رحمان با خود برده بودند و گفته این منابع طالبان این فرد ملکی را به پاسگاه اولا ولسوالی پل هزار برده بودند. بر اساس گزارش رسانه ها امروز در شابه آستانه پنشیر تلاشی و جستجوی خانه و خانه جریان داشت. بیشتر از 15 تن به زن دست داشتن به همکاری با مقاومت دستگیر و به جای نامعلوم انتقال یافتند. هموار مردم را چور چپاول کردند حتی چبلی شامپو و پلیریش مردم را هم بردند. بر اساس گزارش رسانه همین اکنون جنگ شدید میان چریکان فرمانده خیر محمد اندرابی و گروه طالبان در قریه توغانک جریان دارد. بر اساس گزارش رسانه ها سفیر طالبان در مسکو تایید کرده که این گروه از اشرف غنی رئیس جمهور پیشین کشور دعوت کرده که در مجمع افغان ها که قرار است به زودی در کابل برگزار شود شرکت کند. جمال ناصر غروال میگوید این که مجمع افغان ها یک لوی جرگه خواهد بود یا خیر هنوز معلوم نیست بر اساس گزارش رسانه ها منابع از خارج کشور ترکیه میگوین مارشال عبدالرشید دوستم شب گذشته به اثر نوشیدن بیش از حد مشروبات الکلی در شفاخانه در انقره ترکیه بستری شده است اما نزدیکان ماشال عبدالرشید دوستم تا هنوز در مورد این ادعا و یا این خبر چیزی نگفتند. بر اساس گزارش رسانه ها منابع محلی میگویند که در ولایت سمنگان یک تن از فرماندان جبهه مقاومت ملی در این ولایت از سوی طالبان تیر باران شد. بر اساس گزارش رسانه ها فرمانده اسدالله اندرابی بعد از هشت ساعت درگیری نفسگیر در بنوی اندراب شجاعانه در مقابل طالبان رزمید و در نتیجه جامعه شهادت نوشید در این نبرد تن طالب کشته و عبده تن دیگران زخمی گردیدند اساس گزارش رسانه ها منابع من محلی در کابل میگویند که جبهه مقاومت ملی ادعا کرده است که در یک ماه شبانه روز دو فرمانده طالبان را کشتند علی میسم نظری سخنهوی جبهه مقاومت ملی روز شنبه در تویت گفته است که طی محملات نیروهای این جبهه در ولسوالی روخی ولایت پنشیر ملا غفار از فرماندهان طالبان کشته شده است همچنین تایید کرده که مالا ملنگ که از دیگر قماندانان طالبان در ولسوالی بکرم ولایت پروان در نتیجه حمله نیروهای جبهه مقاومت ملی کشته شده است بر اساس گزارش رسانه ها عبدالرب رسول سیاف میگوید خداوند انتقام برخورد های وحشیانه طالبان را با مردم بی‌دفاع بغلان پنشیر و تخار میگیرد عبدالرب رسول سیاف از مشهور مشهورترین رهبران جهادی نسبت با کشتار اخیر غیر نظامیان در ولایت های پنشیر، بغلان و تخار از سوی طالبان واکنش نشان داد. آقای سیاف در صفحه فیسبوکش نوشته است محاکمه های سهراری و برخورد های وحشیانه ای که با جمعی از هموطنان عزیز و هم مسلمان ما در ولایات بغلان و پنشیر و تخار و بعض مناطق دیگر کشور صورت گرفته است و فعلا هم ادامه دارد هیچ توجیه و مبرر اسلامی و انسانی و افغانی ندارد آقای سیاف بدون نام گرفتن از طالبان برخوردهای افراد این گروه را به شدت محکوم کرده است و گفته است که خداوند غالب و قهار انتقام این مردم دفاع را خواهد گرفت این رهبر جهادی از مشهورترین مخالفان طالبان در چند سال گذشته بود و همیشه در اجتماعات بزرگ در کابل حملات انتحاری و جنگ طالبان را حرام میخوان کشتار غیر نظامیان و لشکرکشی طالبان در این سه ولایت به شدت با واکنش جهانی و داخلی مواجه شده است گزارش های سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز گفته است که از این سه ولایت خبرهای مستند تکان دهنده به دست آورده است بر اساس گزارش رسانه ها رهبر حزب اسلامی تاکید کرده جبهه مقاومت ملی هیچ نقطه ای را در هیچ ولایت تصرف نکرده و حتی کنترل یک روستا را به دست ندارد گلبودین حکمتیار رهبر حزب اسلامی کشتار غیر نظامیان در ولایت های پنشیر تخار و بغلان را رد می کند و آن را تبلیغات جبهه مقاومت ملی می حکمتیار که روز جمعه 23 سور در خطبه نماز جمعه در کابل صحبت میکرد گفت که جبهه مقاومت ملی تلاش برای آغاز یک جنگ دیگر در افغانستان دارد و باید سرکوب شود. او افزود گروه که در چهار نیم دهه گذشته در جنگ های نیابتی دخیل بودند و چون سربازان بومی اشغالگران عمل کردن در این روزها بار دیگر پاشه را بالا زده و از جنگ دیگر صحبت میکنند. و مدعیان که بخشهایی از پنشیر تخار و بغلان را تصرف کردند رهبر اسلامی تاکید کرد که جبهه مقاومت ملی هیچ نقطه ای را در هیچ ولایتی تصرف نکرده و حتی کنترل یک روستا را به دست ندارد به گفته حکمتیار رسانه های خارجی به نفع این جبهه تبلیغات می و هر رویداد کوچک را بسیار بزرگ جلوه می دهند حکمتیار در ادامه گفت که در گیری های کوچکی که در پنشیر اندرا و بغلان رخ داده است سبب شده که گروه طالبان حضور نظامیشان در این بخش را پر رنگ تر کنند با این حال او تاکید کرد که مسئولیت همه حوادث خونین در افغانستان به دوش جبهه مقاومت ملی است و گفته او جبهه مقاومت ملی تلاش می کند با تبلیغات و بزرگنمایی جنگ در این سه ولایت کمک های مالی و نظامی خارجی را جلب کند. بودین حکمتیار در حال جنگ و کشتار مردم در پنشیر را رد می کند که شواهد و ویدیوهای زیادی وجود دارد که نشان می دهد طالبان غیر نظامیان و شمول زنان و کودکان را در این سه ولایت کشته اند. بر اساس گزارش رسانه منابع محلی طالبان در ولایت قندهار می گویند که معاون قلوردی بدری در های ولایت پنشیر کشته شده است یک منبع معتبر طالبان در ولایت قندهار گفته است که ملا عبدالغفار معاون قلوردی بدری روز جمعه در نبرد با نیروهای مقاومت ملی در ولایت پنشیر کشته شده است یک فرمانده محلی جبهه مقاومت ملی ادعا کرده است که حمله تهاجمی طالبان بر یک پاسگاه آنان در سالنگ شمالی را دفع کردند این فرمانده محلی امروز شنبه میگوید که بعد از چاشت امروز هنگامی که طالبان میخواستند از راه سالنگ شمالی به سوی پنشیر بروند با آنان درگیر شدند این فرمانده محلی جبهه مقاومت ملی میگوید که در این درگیری به طالبان تلفات وارد کردند او همچنان ادعا کرده است که از این درگیری دو دوربین شب یک دوربین روز و چند میل سلاح طالبان را به دست آوردند بر اساس گزارش رسانه ها منابع محلی میگویند در شهر فیروسکام مرکز ولایت غور میگویند که طالبان سه تن را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت کردند این منابع امروز شنبه بر روزنامه اشت صبح میگویند که دو تن از این مردان بازداشت شده از منطقه مرغاب غور و یک تن دیگر آن از میری های مرکز این ولایت می باشند. بر اساس گزارش رسانه ها منابع محلی در ولایت غزنی می گویند که طالبان در برخی از نهادهای ملکی این ولایت به کارمندان در مورد عواقب نگه داشتن ریش و نپوشیدن لونگی هشدار دادند. و گفته ای آنان طالبان روز پنج شمه 21 یک سور تصریح کردند که نظر به فرمان رهبرشان همه کارمندان باید ریش و لونگی با وظایفشان حاضر شوند. طالبان گفتند که در غیر این صورت کارمندان اجازه ندارند که نهادهای این ولایت وظیفه داشته باشند. بر اساس گزارش رسانه ها منابع در ولایت کابل ادعا می کنند که نیروهای طالبان یک تاجر را در ساحه خیرخانه شهر کابل با شلیک گلوله کشتند. منابع امروز شنبه بر روزنامه اشت صبح میگویند که طالبان محمد هادی امیری مشهور به ببرک امیری را در یکی از ایستهای بازرسیشان در کابل کشتند. بر اساس گزارش رسانه ها منابع محلی در پنشیر می گویند که طالبان در مسیر پنشیر به هدف شناسایی نظامیان حکومت پیشین ایست بازرسی ایجاد کردند. منابع با فرستادن نوار سوتی به روزنامه اشت صبح می گویند که از صبح روز شنبه به این سو طالبان در ساحه دالان سنگ ولسوالی شتلین ولایت مسافران را با بایومتریک می کنند. و گفته آنان تا کنون چندین نظامی حکومت پیشین توسط دستگاه های بایومتریک در این مسیر شناسایی و از سوی طالبان بازداشت شدند.